سلام برای یوتیوب بردم حالتون خوب باشه سوال اقتصادی هستم امروز براتون یه دون اپیزود داریم از سوال یونیورسیتی راجع به یاد گرفتن زبون انگلیسی یا یه زبون دیگه ای که وقتی از کشورت مهاجرت میکنی یکی از من سوال پرسیده بود که اگر میشه راجع به این یه ویدیو بساز و به ما بگو مثلا چیکار کردی خودت چیکار بکنی به نظر تو فلان بساز ببین اول یه چیزی میخوام بگم پراکورکت بریزه یه نفر یه دونه معلم زبان من رو به من یاد داد گفتش که اگر توی هر زبونی 250 تا کلمه رو یاد بگیری مثلا توی انگلیسی میگفت ا د ات میگفت اینا هم کلمه است یعنی مثلا ا ای a خالی میگفت یک کلمه است اینم قبوله میگفت 250 تا کلمه رو یاد بگیری میتونی آب تو از گینی بکشی بیرون تو هر زبونی خیلی جالبه یه به این موضوع فکر کن و من نشستم مثلا گفتم نه من میش چی میگه بعد نشستم مثلا چیزی که مهم بوده نوشتم مثلا فعلای مهم یو شی هی چیزی که هم راحت هم مهمه همه رو که نوشتم مثلا شد 80 تا بعدم آ مثلا 200 تا دیگه مونده من بعد بنویسم دیگه راست میگه دیگه چی میشه دیگه, دیگه, همه چی میشه مثلا این خلاصه این داستان این یاد در این یک اگه میدونی داری میلی یه جایی حتما حتما حالا هر چقدر وقت داری دو ماه دو سال شروع کن قبلش سری فشرده کلاس فردا یعنی مثلا دو تا کلاس انگلیسی فردا برو بخون شبو مثلا چیز بکن از این حرفا من خودم قبل که بیام کانادا وقتی فهمیدم که دارم میام خب انگلیسی من واقعا خوب بود یعنی انگلیسی من انقدر توی اینا خوب بود که معلم رو اسکول میکردم معلم دبیرستان که انگلیسی بودن و باهاشون انقدر تون حرف میزدم با لهجه غلیظ نمیفهمیدم من چی میگم ازشون ایراد میگرفتم مثلا اینو اشتباه گفتی اینو اینجا اشتباه مثلا تلفظ کردی زیاد که مثلا بود که سوال رو سرویس با این حال اون موقع زمان ما چت فقط وجود داشت مثلا شما میبینین وبسایت میشین جوری هم رندومی حرف میزنی صورتتون باز میشه دنیای ما موقع فقط چت بود مثلا توی چت اسم انتخاب میکردیم میرفتی تو دیگه کسی رو کلیک میکرد میتونی با هم حرف میزنی اسم هزار تا دو تا آدم اونجا بود یه مین چت هم بود که داشتن همه با هم حرف میزدن تو با آدم هم خصوصی حرف بزنی بعد من میرفتم اونجا رو آدم ها کلیک میکردم مثلا میزنم های من مثلا از ایرانم تو از کجایی من میخوام چند روز برم کانادا مثلا چند سال دیگه کانادا بعد میدم می آقا مردم خیلی جواب نمیدن به من مثلا گور پدرت مثلا سوهلی یا مثلا هرچی بعد خود فکر کردم که او اینجا پر آدم توی اون منچت میدیدی که مثلا یه دختر که لاگین میکنم مثلا اسمش مثلا بود چه میدونم نرگس حالا اسم انگلیسی بود نرگس یه هم میدیدی همه چت راجب سلام نرگس نرگسشون خوش اومدی نرگس مثلا یه عکس میفرستی نرگس بیا تو پرایوت هم نرگس جواب نمیدی بعد نرگس خب فکر کنم اینه که نرگس قیافه که نداره بذار منم میشم نرگس احسان کردم پینک باربی گرل مثلا 18 یعنی من دختر بلاندم 18 سالم آقا میرفتم توی چت ببین انقدر چیز میومد بالا چت میومد بالا پشمات بریز مثلا شاید 250 تا چت باز میشد انقدر که از کامپیوتر فریز میشد بعد خب من با مردم چت میکردم دیگه به هفت هشت تا گیم میدادم شروع میکردم حرف زدن که انگلیسی رو تمرین کنم بعد اومدم کانادا بعد که اومدم کانادا گفتم خیلی خوب من اومدم یک کشوری که یه کاملا همه چیز متفاوته من باید اینو جدید یاد بگیرم این کاریه که اکثریت مهاجرا نمیکنن برای همین همیشه مهاجرا مهاجر میمونن یا به زبون بند دهاتی مال ایرانی ها چون یاد نمیگیرن با همون فرنگ افتضاح با همون چیزای ابز... کثیف و اشتباه وارد اینجا میشن و همونو ادامه میدن چرا نمی خو... کم تمونه تم... تم میشه مثلا مثال میگم یارو میرسه کانادا میره خونه رفیقش فابریکش که با هم همسایه بودن تو ایران تو مثلا فرشته همون اخلاقا همون فلان بعد شب میشینن میدن کانال ترکی یا مناتو یا یه کسچر دیگه میشن چیزها نگاه میکنن که همون آداب و رسوم و همون منطقه و اخبار و طرز حرف ایرانه دیگه دوباره دوباره میاد پس دوباره همون ادامه میده بعد میخواد بره خرید کنه میره سوپر ایرانی خرید میکنه کاشیر یه نفر مثل خودش که دیشب با هم میگه دیشب دیدی مثلا فتانه فت بفهمید باباش جنده است میگه نه بابا نگفت نه بعد میرم یه کار میگیره مثلا میگم و میره اوبر میشه یا مثلا میره پیتزا فروشی کار میکنه یا مثلا میره توی مغازه کشیر میشه تو مثلا میری توی پیتزا فروشی کار میکنی چی قرار یاد بگیری این غذاتون این میشه انقدر میخوای نقد بدی یا کارت بدی پپرونی میخوای یا پایناپل یه هفت میوه رو یاد بگیری و هفت گوشت رو یاد بگیری و ده تا فل دیگه کامل یعنی کنه سی تا چیز یاد میگیری سه کار دیگه کار تمومه توی تاکسی باشی خوش اومدین این مسیرتون چپ بنم یا راست خدافظ پنج تا یاد بگیرم واسه همین خیلی هم لازم نیست تو قوی کنی یعنی کارا رو بگذرونی به قول معروف زیر سی بیدی. و اکثر ایرانی ها این کارو میکنن یعنی اکثر ایرانی که میگه مثلا میگه میگه چند سال اینجایی ای. میگه مثلا هم 29 سال اینجا بعد میگی یه فیلم خارجی میذاری نمیفهمه میگه ا مادر تو دیدم 29 سال اینجا تو هنوز یه فیلمو نمیتونی نگاه کنی یعنی خود اساس ضعف نمیکنی کار کسی میگه من روزی نیم ساعت بذار بشینم مثلا تمرین کنم بذار روزی نیم ساعت شد فیلم خارجی نکنم، کنم بیدم. چی میگه چی میفهمم خب حالا نمیز من که اومدم اینجا گفتم که آقا من باید یه کاری بکنم که خودمو ببرم بالا و از این حرفا کاری که کردم اولا با آدمای ایرانی هنگ خیلی کم کردم یعنی مثلا وقتی میاد بیرون همه تو که خارجی باشه تا که میبینم فارسی حرف نمیزنه یا رنگش مهم نبود سیاپوس باشه سفید باشه مهم نبود فقط ایرانی نباشه میادم طرفش حالا اون کسی که من اون موقع گیر بودم فرهان بود یه پسری بود که از آفریقای جنوبی اومده بود اینجا و انگلیسی حرف میزد دیگه من یادم حتی یه دفعه نخو نمیدونم نخ و نخچی میشه به انگلیسی زنگ زدم بهم گفتم این چیزی که باش لباس رو میدوزی از سوزن رد اسم این چیه بعد میگم گفت استرینگ خیلی جالب بود این اینجوری بود رفیقان رفاقتم بعد دیگه همش من با اون میگشتم بعد طریق اون با چند تا دیگه خارجی شدم سعی می‌کنم با خارجی ها بگردم می‌رفتیم بیرون همه خارجی بودم فقط من ایرانی بودم بعد باورشون نمیشد که من اونجا به دنیا نیومدم البته اینا بگم چون که خجالت می‌کشیدم حرف خیلی کم میزدم فقط لغاتی که خیلی حرفه‌ای بلد بودم می‌زدم یعنی مثلا واسه میگم که بریم 20 بار تو مغزم گفتم مثلا Let's go. نه اینجا خوب نیست. Let's go. گفتم نه این Let's go. نه این خور خارجی تر شد. بعد اینو میگفتم. بعد بچه اون سه ومیه رو میشینم. هم میشیدم. بعد که بشون مثلا سه ماه اومدم از ایران شورت تو پاشون پاره میشه که یا تو چجوری سه ماه از ایران اومدی؟ این یکی از روحاش بود. این یادتون باشه. دوباره کاری که کردم مشروع کردم فیلم های خارجی رو نگاه کردن. حالا فیلم تیوی شو اینا کلید میکردم روشون نگاه میکردم اگه از کسی میپرسم اینجا چی گفت ای اینجا واقعا اینو گفت بعد گوشی میذاشتم گوش میدادم یک سال دو سال این کارا رو کردم بعد از دو سال دیگه فیلم ها رو میفهمیدم بعد از بخاطر فیلم ها رو میفهمیدم انگلیسی بهتر شده بود و چون فیلم ها رو که خاطر انگلیسی بهتر میفهمیدم فرهنگ آمریکا رو داشتم یاد میگرفتم یعنی با میگم با یه دو تا میزنی این مثال عالیشه. بعد این راهی بود که من خودم کشیدم بالا خلاصه بس یکیم بود که با آدمای غیر ایرانی بگرد کجا هم یعنی مهم نیست چه رنگشون خوب نیست مهم نیست حتی ایگیسی رو شکستن باشه با هم شروع میکنین قبیل شدن چون یه چیزی تو میگی اون بفهم اینا یک دو شروع کن از ایرانی بازی کم کن سریا ایرانی ها که میدیو واسه دو سال خیال شو سریا ترکی ها که می میکردی واسه دو سال بیخیال شو مهران مدیری واسه دو سال خیال شو سیاست ایران واسه دو سال خیال شو. شو واسه دو سال بعد بگه دوباره هر روز شرطا بزرگ همیشه تو قبل بگو شماره سه شروع کن فیلم و چیز نگاه کردن برنامه های اینجا رو که یاد بگیر آقا شوخیاشون چیه دوری مخفیاشون رو چه حسابیه اخبارشون رو چی حرف میزنه چی برشون مهمه چی برشون مهم نیست تو مدرسه چی اتفاق افتاد الان تو اخبار این چیزا رو باید یاد بگی چون فرهنگ با هم فرق داره مثلا تو ایران یارو نشون میدم یعنی دختر بده روسری ماده بیرون بعد مثلا فلانش کنیم تو اینجا اینو نمیبینی اینجا چی میشه که دختر خودت نشون میدم میگن یارو بی پدر بعد بیرون کنیم اینا مهمه شماره چهار باید رو خودت کار کنی یعنی مثلا من یه داستان جالب براتون تعریف کنم من اومدم اینجا حالا خواهر من من زیاد صحبت نمی کنم ولی بچه‌ای که بدونن آموزش روشن میگم که خواهر من خیلی خیلی چوسی موسی زیاد داره خب یعنی مثلا خودش حق داره یعنی با حق باید چوسی داشته باشه چون خیلی مثلا هم خوش قیافه هم به خودش میرسه هم ده ده. هم آدم خفنیه بعد چوسی باشه قبوله این یه لولی چوسی داره که ای کسی مثل خودش باشه میگه تو خیلی چوسی میفهمی چی میگم یعنی زیاد الکی چوسی داره این خواهر بنده بعد خلاص من اومدم اینجا خواهر من اولش که میاد کانادا تورنتو بوده بعد تورنتو موو میکنه ونکوور تو تورنتو به دوستای خود شروبر دروغ میگه که من کانادا به دنیا اومدم من چیز به دنیا اومدم اینجایی ام هم. هم خیلی روش کار میکنه قوی و اینا الان وقتی حرف میزنه کسی نمیفهمه که مثلا اینجا به نمی این, این کارتو بازی میکنه که من کانادایی ام بعدش هم از تورنتو میاد ونکوور یه خیلی واش راحت میشه که من اینجا همه فکر تورنتو به دنیا اومده اومده اینجا موو کرده ونکوور بعد تو این وسط اینکه من خارجی ام و من کانادا به دنیا یه داداش جواد از ایران بالا میشه من میام اینجا با لحجه ضعیف و این حرفا خواهرم و من میگه که سوهل من دوستم دارم میام دوش بگیرم یکی زنگ میزنه گوشی و وردار بگو خواهر من داره دوش میگیره به انگلیسی بگو my sister is in the shower بعد من میگم اوکی okay. بهش میگم که my sister is in the shower بعد خواهرم میگه شاور نه شاور بعد من میگم که خب من گفتم شاور میگه نه شاور نه شاور و این بحث واسه مثلا واقعا دو دقیقه رفت اون همین میگفت من نمیفهمم تو چی میگی دقیقه اونجوری که تو داری میگی و من دارم میگم میگفت نمیگی و این موضوع رو من مثلا سه سال بعد فهمیدم که من میگفتم و باید بگی و و, و, و فرقشو بعد اینجا یه اینجوری چیزی وسط پیش بیاد تا بفهمی اگه نیاد 50 سالم کاناده باشی میگی I'm going to تو تک ا چون و میگی وی داری میگی به جای خب این چیزها رو بعد تو اتفاق واسه بیفته که یاد بگی واسه میگم بعد خودتو بهتر کنی حالا چطوری میتونی خودتو بهتر کنی الان هزار تا اپ وجود داره نمیدونم روز یک من خودم یه دونه اون موقع یه اپ بود پولی هم بود تازه روزی یه کلمه یاد میگرفتم مثلا توش میگم امروز مثلا کتاب میشه بوک میگفتم اوکی بوک خجالتی هم میتونی یعنی خجالت هم میکشه دست خودش نیست دیگه ولی واقعا آدمای که حداقل تو کانادا هستن و آمار کانادا رو دارن براشون مهم نیست وقتی چیزی رو با لحجه بگی یا اشتباه بگی همیشه حواسشون هست که سعی کن ازت بفهمن چی میگی دوباره تکرار میکنن اگر مثلا سه بار بگی نفهمن خدایی کانادایی احساس بدی میکنه که نفهمیده این چیز میگم یا ببخشید من نفهمیدم من فکرم کنم این صحبت میکنی حواسم نبود خیلی جدی چیزش میکنن ولی کلا ایرانیا تو توهم توپ زندگی میکنن از توهم درشون آوردن سخته من آدمایی میشناسم که سی سال سی سال شوخی نیست سی سال آقا فکر کن خودت تو 10 سال دیگه هم سی سال نشده 10 سال دیگه هنوز سی سال نشده یارو سی سال تو محیط اینجا زندگی میکنه سن 20 هم اومده نه بگیم دو سال دیگه نمیفهمیده تو سن 20 اومده باید هم کار میکرده سی سال اینجا الان هنوز میگه بیر میخوام میگه تو مغازه میگه کنه گره بیر و یارو میگه ها بیر بیر بعد میگه می خب بیر چیه بیر ولی میگه دیگه بعد برادرش هم از یاد گرفته اونم میگه بیر دو تاشو میبینیم بیرون کمی میگه تو بیرز من من به اینا میگم آقا بیرز نیست یه درست دارم نمیفهمن یارو اومده سی سال اینجاست مشروب خوده سی سال هر هفته رفته گفته بیر یارو هم گفته here's your beer گذاشته میز گفته here's your beer این یکی بار نفهمی داره اشتباه میگه انقدر توهم و به تخم و دیگه من میگم بیر میذاره جلو میگه دیگه حالا جهنم میدونی منطقا اینجوریه ولی من دوست داشتم وقتی میام اینجا یه خوردی از این طرفی هم یاد بگیرم برای همین من کلی دوستایی دارم که مثلا ایرانی باز نیستن ولی با من رفیق میشن با من فقط فارسی حرف میزنن و ولی دیپ داون میفهمن که فارسیش فارسی نیست من رفیق داشتم کانادایی بوده از من فارسی یاد گرفته مامان باباش ایرانی بودن خیلی هم بچه نابغه ایه اسپانیایی و فرانسوی و انگلیسی و حرف میزد فارسی و فقط میفهمید حرف نمیزد بعد من با این رفیق شدم من فقط با این فارسی حرف میزدم این فقط با من انگلیسی حرف میزد بعد تو این فاصله من از اون انگلیسی یاد گرفتم اون از من فارسی یاد گرفت اون میفهمید جمله چه بگه بعد اون دقیقا میدونست واسه این می راحت بود. چون میدونست هر چی بگه می من میفهمم اینجوری نیستش که من نمیفهمم من فقط برام راحت تر بود فارسی جواب بدم و میدونستم اون فارسی نمیفهمه اینجا با هم یه ترید کردیم گفتم آقا از این بعد همیشه تو با من فقط انگلیسی حرف بزن من فقط با تو فارسی حرف میزنم تو فارسی تو قوی کن از من من انگلیسی تو قوی میکنم واقعا خودش وقتی میبینمش کسی میگه الان سه تا حرف میزنه وقتی می... کسی میشینه الان حرف میزنه وقتی یه جا باشی میگه میگه سهیل به من فارسی رو یاد داد یعنی مامان باباش ماما بهش یاد من بهش یاد دادم ولی منم به خاطر عشق اون نکردم به خاطر خودخواهی خودم کردم میخواستم من انگلیسی یاد بگیرم من نمیتونم در لول اون با اون انگلیسی حرف بزنم به اون راحتی بشینیم این با هم بحث کنیم ولی اگه من فارسیش میکردم من میتونم با اون ساعت ها بحث کنم آره تو محیط اگه بری تو محیط 100 درصد در مثل بنز یاد میگیری ولی اگه فقط کنار محیط باشی خیلی یاد میگیری بشین به تمک این چنده میتونم برم بیرون کی مغازتون میبنده اینم دارین تو گو میخوام غذامو مثلا میگم کلا چل تا لغت یاد بگیری خرد از پر میگذره اونم میگم بیر میخوام و میگی بیر میخوام اون چهل تا هم کسچه یاد میگیری ولی دیگه اونجوریه من اکثریت ایرانی رو که میبینم اینن میان اینجا شب سریا ترکی میبینن فقط با دوستشون حرف میزنن رابطم که دیگه آسون شده تو مغازه هم ایرانی خرید میکنن جایی هم که کار میکنن مثلا یو میره مثلا پیشاپوش ایرانی کار میکنن دیگه اصلا دیگه تموم شد اصلا لازم نداره انگلیسی گوشان گوشا میگه تو کانادا زنگ میزنی میگه می الو مغازه چینی هم هست گوشا زنگ میزنی میگه نی یعنی دارن همه دارن این مشکل رو دارن میگم که بدونین هست و اگر باهاش نجنگی اصلا نمیفهمی مشکل داری چون خرد از پول میگذره ولی اگه بیای بگی آقا من اومدم کشور جدید هیچی حالیم نیست من میخوام دو تا سه سال وقت بگذرونم که فرهنگ آداب جوک و زبون اینا رو یاد بگیرم به تنهایی کافی نیست زبون اگه بزاری دوستا حرف بزنی و از جو، جوک بگی دست با 6 سد بعد تو نفهمی معنیش چیه تمام جوک و گند زدی توش چون تو نمیفهمی و من اینو کجا تجربه میکنم وقتی که میشینم با دوستان فیلم نگاه میکنم حالا میخواد فرندز باشه میخواد آفیس باشه میخواد فیلم سینمایی باشه زن یارو میگه یوزی میگه من پاره میشم میگم دوستان, دوستان رو همجی نگاه میکنه روشن نمیشه من بگه چی شد چون فکر میکنه که میکنه من مثلا 10 سال اینجام چرا باید بگم چی شد به سوهل ها ها, ها، یه لبخند درک میزنه که مثلا فیلم بازی کنه و با من اینو میبینم با صد ها از دوستان انقدر عجیبه که وقتی یه دوستام میبینم جوک تلویزیون مثلا آفیس یا مثلا فلانو میفهمه پشما میریزه میگم ای ایرانی پیدا شد که دهاتی نباشه خیلی هم کما ها مثلا توی 25 سال گذشته مثلا تا حالا 6 تا اینا دیدم که این کار اینجوری بودن که مثلا اگه داریم تلویزیون نگاه میکنیم یه چیزی جوک بگه من نفهمم بعد بگم چی شد تا حالا نشده یه ایرانی به من بگه چی شد همین اه نمیدنم. بعد حالا داستان چیه اینجوری نشستیم یه صحنه اتفاق میفته تو صحنه همه میزن زیر خنده صدای تلویزیون خنده میندازه اونم میزنه زیر خنده بعد من میگم چی گفت بعد میگه نمیدونم بعد به جون مامانم یه تا بالای 10 بار افتاده بعد میگم خب به چی میخندیدی پس فقط داری فیلم بازی میکنی که من فکر کنم تو انگلیسی بلدی گست خود به جای این تو بفهم که انگلیسی بلد نیستی برو انگلیسی کار کن یا با هر زبونی که داری اون کشور یاد میگیری ولی مردم نمیکنن این کارا رو چرا من نمیفهمم مثلا همه اسرا دارن بشن فیلم ترکی نگاه کنن میگن خب چی میشه فیلم ترکی نگاه ترکیه کشور تخمیه بی بودجه بازیگر خفن نداره نسبت به یه کشوری مثل آمریکا که پول داره هالیوود توشه قوی ترین و خفن ترین بازیگرا دنیا توی اونن خب اگه توی فیلم کشنده دوست داری همون فیلم کشنده تو آمریکا هم وجود داره اگه کوسچر سوپاپ رای دوست داری همون هم تو آمریکا وجود داره ترکیه که درست نکن ترکیه از آمریکایی کپی کردن اون درست کردن تعویض تو میدن پس تو میتونی همون چیزی که دوست داری هم خارج پیدا کنی اون ادامه بدی مهران مدیری دوست داری اینجا صد برابر خانده تو از مهران مدیری وجود داره میگی اپیزود اون رو نگاه میکنی همون میخندی خندت هم یاد میگیری و این نه معلوم نمیکنه این کارو ای چسب به همون ترکیه فلان من خودم دوست دختر داشتم دیگه یه دوست دختر داشتم قبضی با من دوستش 5 سال اینجا بود بعد با منم که دوستش 4 سال با من دوست دوست بود بعد 9 سال ما با هم دوست بودیم برای چه می‌خواست کار بگیره یه دونه تست انگلیسی داشت می‌خواستن با یه اسی ای نوش من دارمش ولی خب به خاطر اینکه نمیشه بی اتانومی نمیذارمش ببینین کسی هیچ وقت ولی من ازش عکس دارم شانسی انگار یه بچه یه. کلاس سوم دبستان که یه کوچولام عقب مونده سینو نوشته من کانادا رو دوستم مثلا کانادا با کی من کانادا رو دوست دارم مردم اینجا مهربونن میام نه نه تو سرویس 27 سالته تو سن 27 سالگی این داری انگلیسی می نویسی و هنو رود میشه بیا خونه بشین سریال ترکی نگاه کنی خب ما در سگ خجالت نمی کشی خب احمقی ولی ها. بعد چی شد امتحان که گفت خیلی سخته بی خیال شد بی خیال شد انگلیسی رو بی خیال شد و اون کارا که می‌خواست بره بگیره مدرک پاس بره بگیره مدک ریل که بره خونه بفروشه یعنی که خاصی هم تا بزن فکر کنیم خاصی فیسا قورس بشه آسون ترین مدرکی که میتونی بگیری کار سه هفته است اینو میخواست برای بگیره کم ترین انگلیسی رو لازم داشت که بزن تو زن میگه من خونه میخوام بفهمی می خونه من چیه تو اون لول اسی خواسته بودن اینجوری نوشته بود رد شده بود خب خیلی مثلا باید بی سواد باشی متاسفانه اینه من خودم مثلا تو دانشگاه کلاس انگلیسی برداشتم سال اول سال دوم کورس انگلیش برداشتم همه رو بالای بیت شدم گفتم آقا من انگلیسی خوبه با راحت اومدم بیرون این البته بگم ها. وقتی که اومدم من گذاشتن جای کلاس انگلیسی از این کلاسای مال دولت بود مجانی من رفتم توش یه سری مامان های پیر اومده بودن انگلیسی کسافه هیچ هلو ولد نبود منم تو این کلاس بودم خب من انگلیسی گفتم که بهتر بود مامان چه مسخره بازیه من از این کلاس اومدم بیرون بعد بابام فهمید بعد از یه هفته که من نمیرم کلاس برام یه نامه خیلی بد فرستاد که آره و من باورم نمیشه تو رفتی بازی تو توهمی من خودم میدونم و نمیکنم و گفتم بابا این کلاس درد من نمیخوره من بشینم خونه فیلم نگاه کنم بیشتر اون تصویر تو این بابا هم نمیفهمید میگم نه باید بری کلوس هر چقدر هم بد باشه باید بری گفتم نه تو داری میگن این چی مثلا یه جایی که مامان تو اومده داشته سر سر هلو رو یاد میگیره من برای چی بعد اونجا باشم چی میخوان کلاس من یاد بده نرفتم کارای خودمو کردم به نفهمم کار شد وقتی من رفتم دانشگاه کورس ورشم همه چی خوب بود بلد بودم و ردیف شد خلاصه این دو قرونه بنده بود برای کسی که میخواد از کشور بیاد چریختی انگلیسیشو بهتر کنه تلویزیون میتونه مدل من بهترین رفیقته ولی باید همشو بفهمی اگه نمیفهمی بعد بری عقب سابتایتل رو روشن کنی بخونی بعد به حساب رو بزنی تو دیکشنری معنیشو بفهمی دوبار بار لغتارو تکرار کنی بعد بری عقب سوتدل رو خاموش کنی پخش کنی سعی کنی وقتی یار اون جمله نداره میگه تو هم بگی وقتی تو جمله میگه و جولاکت کام تو هم بگی و جولاکت کام بعد ببینی ای از اون آروم تر میگی تون تر میگی چشو تو ببندی سه چهار بار بعد یاد گرفتی بری جلو ان ای کلاس این کاری بود که بنده کردم اگه میخواین خوب خوبشه من این کار به شما پیشنهاد میکنم دمت گریس روز خوبی داشته باشین جکس Søj, løfte sari, du, 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 søj.